میکنم. من بهش نیاز به معرفی نباشه، من به کافی زمان زیادی با هم گذرونیم. من یه خود الان صحبت میکنم، این هم جا به جا میکنم. من اتفاقا برای این پریزنتیشن این آهنگ رو پیدا کردم، همین آهنگی دقیقا ملودی اصلیش میشه، گفتم بذارم آروم آروم این زیر بره، به خاطر اینکه خودم خیلی این آهنگ در من تاثیرگذار بود موقع که فیلم رو دیدم. من فکر کنم قبل از برای نمایش سینما دو بار دیده بودم یا سه بار، و برای نمایش سینما دو بار دیگه هم دیدم، که یکی دو بار دیگه هم به صورت خیلی خلاصه و فقط اینکه بخوام سکانس‌ها رو ببینم رفتم جلو. خب اینکه تصویر رو داریم، من اینو پخش کنم ببینم چقدر صداش مناسب هست و نیست. نمی کنم بیشتر از 20 دقیقه توی بکشه. ممنون از کامنتاتون. یه سوال فقط داشتم قبل از اینکه بخوام کارم رو شروع بکنم. آیا صحنه ای بود که یا چیزی از فیلم بود که بخواد روی شما تاثیر خیلی خیلی عمیقی بذاره و اینکه به قول معروف قلبتون رو لمس بکنه، بگه که اوه چه سن؟ حالا این میتونه تصویر باشه، میتونه موسیقی باشه، میتونه دیالوگ خاصی باشه، میتونه اکت خاصی باشه، میتونه نه حسی باشه از گذشته خودتون که به خاطر دیدن این صحنه یادآور شده به شما. همچین چیزی داشتین؟ همچین چیزی تجربه کردین توی این فیلم؟ من اینکه دو تا سر میبینم به نشانه بالا پایین رفتن تایید کردن چیز. دلتورو توی صحبتاش میگه که من فیلمو نمیسازم برای اینکه تعداد تماشاگرای بیشتری ببینم. من فیلمو میسازم برای اینکه اولا زمانی فیلم میسازم که خودم با اون داستان و با اون موضوع و با اون فیلم درگیر باشم. و برای من اون زمانی فیلم من به نتیجه رسیده که بیننده من اون تاثیر عمیق رو داشته باشه. برای من همون کافیه. این تنها چیزی که من از فیلم میخوام. و من خودم شخصا برای دیدن این فیلم اون لحظه عمیق رو داشتم، نه یکی دو بار، چندین بار این واسه من پیش اومد. و این موسیقی هم خیلی برای من، نمیدونم حالا صداش رو میشنوید اگر کمه بیشترش کنم، برای من کافی بود. این فیلم اون لحظه ها رو به وجود آورد. خب حالا با بک‌گراند داشتن کودک و جنگ همزمان با هم، هر دو اینها رو با معرفی کردن کانسپت های دیگه توی فیلم، مثل رابطه برادر و خواهری که خب برای خود من خیلی تاثیر گذاره، و جنگی هم که همه همون یک بگونه تجربهش کردیم و داریم تجربهش میکنیم، خیلی موضوعی متفاوتی داره تاچ میکنه این فیلم که خیلی خیلی مهمه. همونطور که مهدی اول صحبتاش گفت، فیلم دو تا دنیای متفاوت و مجزایی از هم داره. فیلم فانتزی هست، تخیلات یک کودک به همراه واقعیتی که اون کودک داره تجربه میکنه و واقعیتی که ما داریم میبینیم در دنیای اسپانیا سال 1940 و خورده یا 42-39 که جنگ فاشیستی از جنگ داخلی اسپانیا، جنگ اسپانیا است و که مسئله تاریخش وارد نمیشم. و اینکه اگر بخوام بگم که به نقل از خود دلتورو آید فیلم چی هست که موندگارش بکنه فیلمه، که آیا واقعا فانتزی وجود داره یا وجود نداره، که برای دلتورو فانتزی وجود داره و این واقعیت وجود داره. این یک واقعیته در اصل، یعنی فانتزی خودش واقعیتی که در دنیای روزمره ما وجود داره. این چیزیه که خود دلتورو بهش باور داره و جدایی از فیلم نمیبینه. بنابراین در طول فیلم هم تلاش کرده که به این برسه، به این نتیجه برسه که فانتزی وجود داره. توی اتفاقا تو تریلر هم پخش شد یه قسمت بود که نوشته بود فری تیل فور گرون اپس، که واقعا این فری تیل واسه گرون اپس، یعنی واقعا همینطوره. ما داریم تو فصلی صحبت میکنیم که فصلی که کودک ها کجا بازی میکنن، ما هم یه کودکیم که یه فری تیل دیدیم که واسه ما ساخته شده. یعنی فیلم دقیقا مناسب این جمعه.
برای فیلم توتورو هم صحبت کرده بودیم، خیلی خیلی شباهتی به فیلم توتورو داره و همینطور فیلم های استودیو جیبلی که تاثیرات خودشو گرفته از اونها، در این شکی نیست، از آلیس در سرزمین عجایب تاثیر گرفته، از روم باستان و غیره و زالک هم و یونان باستان هم تاثیر گرفته، هیچ شکی نیست در اینا تاثیر گرفته و خودش هم آگاهانه اینو میگه، من تاثیر گرفتم از همه اینا. و برای من این حرفا کاملا جاهایی که همه حرفای من شخصیه، جاهایی که قرار داره شخصی باشه کوت میکنم، میگم که اینا رو گفته شده، نقل شده. و برای منم این که بخوای یه داستانی که بارها تکرار شده، مثل همین فریتری که میبینی که یکی بعد یه کاری رو انجام بده با توجه به قدرتی که نداره و یه آدم مشکل جلوشه، یه داستان تکراریه که هممون بارها شنیدیم و حتی دیدیمش، رو میتونه از کودکی تا همین چند سال پیش باشه، ولی که چه جوری بیان بشه این قشنگه، اینکه شما دوباره اون داستان تکراری که قرنها تکرار شده رو بیاید به یه نحوی نمایشش بده که دو ساعت بشینی پای اون داستانگویی و آخرش اون لحظه های ناب رو حس بکنی و لمس بکنی، این برای من فیلم رو برتر میکنه، که برای من این فیلم برتری هست، نه تنها بین کارهای دلتورو بلکه بین تمام کارهایی که تو اون سال این سه تا کلا مکزیکی ها اینا رو ساختم، بازم فیلم برتری. من این فیلم از فیلم بابل بیشتر دوست دارم یا از فیلم چیلدرن هم خیلی خواهد، اصلا دو دنیا سه دنیا متفاوتن، ولی باز این روی من تاثیر بیشتری گذاشت. خب من برای اینکه بخوام وارد فیلم بشم و از بطن فیلم برسم به اینکه آیا واقعا فانتزی وجود داره یا این دو دنیای متفاوت رو چجوری برده جلو، ترجیح میدم که سکانس به سکانس و از خود فیلم استفاده بکنم. بنابراین این استعدادی که آماده کردم خیلی هم خلاصه وار میپردازه به این که ما بتونیم وارد فیلم بشیم و بعد از دیدن و مرور خیلی خلاصه فیلم در حد 5 دقیقه به نتیجه برسیم که آیا کاری که دلتورو میخواسته انجام بده تونسته و تونسته خروجی قابل قبولی از خودش تولید کنه یا نه. فیلم کلا تو 10 سکانس انجام میشه و در خلال این سکانس ها هم کامنت خودم رو هم میدم. 10 سکانس داره فیلم که میشه گفتش که هر سکانس هم خورد میشه به خورد داستان های متفاوت که دقیقا من زماناش هم دارم اینجا همه رو یادداشت کردم، دو دقیقه است و این دو دقیقه ها رعایت میشه غیر از جاهایی که قراره به صورت اساسی چیزی بیان کنه که اونا رو به 10 دقیقه افزایش میده. یعنی من خیلی نمیتونم فکر میکنم برای فیلمنامه نامزد اسکار نشده بود، فیلمنامه بسیار حساب شده و دقیقی داره، خیلی شده بود فیلمنامه‌اش فوق‌العاده است. یعنی این معماری که توی فیلمنامه داشته، اینکه بشینه بگه که او من این کارو بکنم اونجا این کارو بکنم، واقعا نشستم فکر کردم، مطمئنا استوری بورد داشته که داشته، حالا یه تیکه از فیلم اگر وقت کردیم پخش می‌کنیم که استوری بورد توی دفترشه، یه دفترچه کوچولو داره که استوری بوردش بوده واسه این فیلم، واقعا حساب شده بوده. یعنی موقعی که نگاه می‌کنی سکانس‌ها و دارو میای مهندسی معکوس می‌کنی و همه چی هم جدا می‌کنی، می‌بینی چقدر زیبا و به موقع اینا رو نوشته، به موقع همه نقطه عطفش رو گذاشته. تو سکانس اول خیلی سریع ابتدا یه داستان خلاصه میگه که کل فیلم چیه. اول همه میگه ببین کاراکتر اصلی مرد، اینا همه میگه که موانا، پرنسس موانا میمیره و همون اول خلاصه فیلم رو میگه، میگه من با اصلا با جسد موانا وارد میشیم، با جسد اوفلیا یا موانا وارد فیلم میشیم که افتاده روی زمین و خون هست و داره برعکس فیلم ریورس میکنه، داره خون برمیگره بالا، وارد این قضیه میشه. شما همون ابتدای فیلم کسی که ندان ده دقیقه اول فیلمو به قول وودی آلن که میگفت من 15 دقیقه فیلمو نمیبینم پس نمیرم تو، شما از دست دادیش. این 5 دقیقه اولش هم خیلی مهم بوده و اینو دقیقا خلاصه میگه و همون دنیای مجازی وارد کتابی میشه که اوفلیا توی ماشین دستشه و مامانش داره نگاه میکنه. همینجا دوباره داره شروع میکنه، میگه که هی هدزا، من دارم دنیای واقعیت و دنیای فانتزی قاطی میکنم، معلوم نیست چی داری میبینی، من دارم همینم واسه میبرمش جلو. و اوفلیا چند دقیقه بعد، یعنی میشه گفت دو دقیقه هشتم فریتل رو میبینه. این یارو چی میگه؟ فریتل رو میبینه، آره فریتل رو میبینه که بعدا باش خیلی هم کار داره. بعد نیمه دوم سکانس اول خیلی فوری کارگردان واسه شما، یعنی فیلم، کاراکترها رو معرفی میکنه. من 4 تا کاراکتر اصلی دارم، ببینید اینا رو. اول کاپیتان، دوم دکتر، سوم مرسده و چهارم هم خود لبرنت، خود این هزار تو. این هم یه کاراکتر واسه من، کل فیلم با این کار که تو اون شما پن رو میبینید یا فان رو میبینید و تو اون هزار تو کار کنید. این که تمام میشه شروع میکنه وارد ساپلات شدن. ساپلات رو خیلی میچینه، رابطه کاراکترها رو با هم معرفی میکنه،
مامان مریضه، یک استانداری که توی طول فیلم باش کار داره، همین الان اینو واسه شما پیاده میکنه. دکتر از مامان قرار مراقبت کنه، دکتر با مرسده رابطه ای داره، رابطه بعدا مشخص میشه، شما رو آماده هی سرنخاره به شما میده که شما رو نشونه سر صندلی و میزتون که بتونید فیلم رو تا آخر پیگیری کنید. یه جا هستش که موقعی که دارن به مامان دختر اوفیلیا سرش رو میذاره روی شکم مامان و برای بچه‌ها داستانی میگه که دوباره داستان تخیله، از تخیلش برمیاد، اون گل روز رو میگه و ماجراشو که اون هم یه دوباره فانتزی رو وارد تمام ساپلات واقعیت میکنه و در نهایت هم خشونت بی حتی اندازه رو نشون میده از آقای کاپیتان. خب یکی از امضاهای کار دلتورام هست، یعنی که من میخوام به شما خشونت بدم، هیچ ابایی هم از خشونت نشون دادن ندارم و خیلی هم یعنی شما میبینید فیلم دلتورو رو میبینید آماده باشید که میخواد خشونت ببینید، خشونت در حد اینکه انزجار بیاره. و خب داستان پنز لبرنت هم یه مقدار برمیگرده به داستانهای آمریکای جنوبی مثل بورخس که تمام خودشون پر از صحنه‌های چونینی هست. موقعی که خودش میگه که من تاثیر گرفتم از این داستانا توی زندگیم و خود اسپانیا هم تاثیر گرفته، یعنی مکزیک هم کارگردان مکزیکی تاثیر گرفته از این داستانا، بنابراین میشه همچین تصوری رو داشت و این چیزی رو انتظار داشت که میخوام یه همچین صحنه هایی رو هم ببینم. خیلی با هم در تنیده است و خوب داره استفاده میکنه. بعد سکانس دوممون هم که خیلی سکانس کوتاهی هم هست تموم میشه، وارد سکانس سوم میشیم که نقطه عطف اولمونه با شخصیت اصلی فیلم که تمام مدت اسمش رو شنیدیم و رفتیم بلیط خریدیم به خاطر این آشنا میشیم. پنج، این هزار توی پن، این آقای پن هست که میبینیمش، باهاش آشنا میشیم. این هم توی سکانس سوم اتفاق میفته، دقیقه 20 فیلم، و اوفلیا به جای اینکه بترسه خیلی راحت البته بماند و پم یه نترس فوری واسهش یه جعبه باز میکنه، سه تا فریتر میپره بیرون، این خورده کام داون میکنه ولی نمیترسه. این یکی از دلایلی که نمیترسه بازم برمیگره به خود نویسنده و کارگردان فیلم که خودش با قولا با این هیولاها رابطه دوستانه ای داشته. یعنی یه بار یه جا تعریف میکنه میگه که من موقعی که بچه بودم از قولا میترسیدم، باهاشون یه قراری گذاشتم که منو نترسونن، من بتونم شبا برم دستشویی و بیام و اینا، یه خورده راحت باشم. بنابراین با قولا دوست میشه و به خاطر همین تو تمام فیلماش قولا آدمای بدی نیستن. خیلی آدمو یاد کارهای تیم برتون میندازه که برعکس موقعی که فیلما رو نگاه میکرد به خاطر تنهایی و منزوی بودنش همیشه با قولها همزاد پنداری میکرده، به خاطر این صحنه که همین میان اون ومپایر رو بکشن این ناراحت بوده که چرا ومپایر رو میکشی، اون بنده خدا که تنهاست داره خوی خودش رو داره، چرا همه بر ضد اونی. اینجا هم دقیقاً همینطوره، میگه که مثلا قولا هم اونا واسه خودشون دنیایی دارن، چرا شما ازشون جدایی؟ این پر هم همینطور، به خاطر همین ترسناک نیستن شخصیت توی قولها. توی فیلمهای که توی شیپ آف واتر قول میشه کاراکتر اولتون و چه ماجراهایی پیش میاد باش. این هم سکانس سوممون که توش میاد قضیه رو باز میکنه و میگه که اوفلیا شما سه تا کار باید انجام بدید تا اینکه برگردی به دنیای پل پدرت، به اون دنیای زیرین آندرورد. و اینجا شروع میکنه داستان رو، یعنی میاد باز میکنه مسیر رو برای اینکه شما ادامه داستان رو ببینید. خب سکانس چهارم که اون کتابه رو بهش داده پن، شروع میکنه به پدیدار شدن نوشته ها داخلش، میره توی حموم، مامانش لباس رو میده میگه برو توی حموم بشین، برو بپوش منو ببینم چجوریه. این که تو همون نشسته دست میکشه و اون اتفاقات میفته، اولین تسک براش نمایش داده میشه که شما باید به ماموریت اول انجام بدین. خیلی کودکانه و خیلی دقیقاً اینه، من خودم یادم میاد بچه بودم یه همچین تصوراتی واسه خودم داشتم، دقیقاً همون تصورات رو با این کتاب داره. من با درختام حرف میزنم بچه بودم. همزمان با این قضیه شما میبینید توی اون عکس اول یه رابطه بین مرسده و کاپیتان هم هست، یه رابطه که ترس، وحشت، انزجار، این رابطه هم واسهتون شروع میکنه. و ادامه این که بعد از همون تسک اول میگیره و فریا همزمان، یعنی اینا کات میشه و همزمان سویچ میشه بینه، یعنی شما دوباره دنیای مجازی و دنیای فانتزی و دنیای واقعی رو با هم دارید. اونجا یه دونه دود میبینن توی جنگل، کاپیتان با همراه افسرش میرن توی جنگل ببینن چه خبره که اون یارو چی بود؟
آنتیبیوتیکه رو پیدا میکنه و همزمان هم دختر وارد زیر درخت میشه طبق دستورات کتاب و اون چیزی که بعد به دست میاره، اون کلیدی که بعد به دست میاره، به دست میاره با به طرز چیز عجیبی که شما توی سینما میبینید تو سال 2006. خیلی جلوه ویژه شد الان تو ذوق بزنه، ولی واقعا جلوه ویژه خوبی داشته برای زمان خودش. شما فکر کن سال 2000 تازه میتریکس رو داشتین، سال 99 و تازه چیزای عجیب غریبی داره تو سینما سی جی آی، خیلی جلوه تصویری خیلی خوبی به کار برده. نه تنها، یعنی خیلی از موارد ممکنه مکانیکیه، یعنی همه این گیریم ها وجود داشته. پنز 100% مکانیکیه، غیر 100% واقعیه، غیر از پاهاش. فقط پاهاش هستش که باید شبیه بوز باشه، پاهای بوز باشه، اونجا فقط پاهاش جلوه تصویری. یعنی به بالا کلن همه چی واقعیه و راجع به اون صحبت میکنم. اون خیلی هیجان انگیز بازیگر این پن. موقع که تسک اول انجام میده و موفق میشه و برمیگرده سمت خونه، سکانس از نظر من سکانس چهارم تموم میشه و سکانس پنجم شروع میشه. دوباره ذکر میکنم این سکانس بندی هم نظر منه، میتونه یه جاهای بالا پایین بشه، من دارم اینو مهندسی مرکزش میکنم. سکانس پنجم واسه من نکته خیلی جالبه، سکانس کوتاهی که میچسبه، نمیتونه خیلی سریع اینا رو بپره، سکانس بزرگتر سکانس های اصلیشه و این سکانس کوچیک. تو اینجا کاپیتان تو سر میز شام شرمنده میشه، غرورش برمیخوره به خاطر حرکتی که زنش داشت. فوری بعد از اون مادرش با دیدن اوفلیا با اون لباس کثیف هم شرمنده میشه. این شرمندگی توی آنه توی یه سکانس اجرا میشه و در نهایت دختر پنز رو میبینه که توی اون معمولیتش رو که میگه که من انجام دادم که بهش میگه و پنز بهش یه چیزی رو میده که اون چی اسمش اون یارو گچه رو میده که اون گچه خیلی خیلی هم موقعی میده تصویر خیلی قشنگ از پشت داره نگاه میکنه، هم از جانب از پی او وی پوینت اف ویو اوفلیا داره میبینه، هم از پوینت اف ویو پنز میبینه که این گچ رو میده و این گچ خیلی کار داره و خیلی تاکید عامدانه روی این انجام میده. سکانس شیشم هم که با یک بحران خیلی عجیب و غریب آشنا میشه، کتابو باز میکنه، خون میبینه که خونم به وضو میتونه حدس بزنه که شما چی رو خواهید دید تو صحنه بعدش، که فوری هم وضعیت بغرنج مامان رو میبینی که بدتر شده از پیش. و بعد از اون هم اوفلیا رو جدا میکنن از مادرش به خاطر استراحت مرتضی داشته، میفرستنش یه اتاق اون بالماله ها، بالای خونه، اتاقی که قبلا مرسده این توش زندگی میکرده. و سکانس ششم با تسک دوم شروع میشه. دوباره شما یه مونتاژ موازی داری که داره دنیای فانتزی رو با دنیای واقعی پیش میبره و این تو کل داستان پیش میره، که شما توی صحنه اول بهش این یارو روت اون رشته نم چیه درخته اون ریشه درخته رو میده، رشته ریشه درخته رو میده که برای مامانت خوبه و تسک دوم رو واسهش معرفی میکنه که شما باید این کار رو بکنید. همزمان توی کارت جداتر، توی صحنه جداتر، دکتر و مرسدی که از قبل میدونستیم چه نقشه با هم کشیدن میرن یه جای دیگه که اونجا تازه چیز دیگه مشخص میشه واسه ما که مرسده پدرش توی این قضیه درگیره، برادرش توی این قضیه درگیره و شما میبینی که چه بوته ای از اطلاعات اینجا هست، چقدر همه چیز در هم تنیده است. و مرسده اوفلیان که میره پر این پیرمنه که خیلی یکی از صحنه های جذاب، همه میمیرن واسه دیدن این یارو. خیلی جالبه این هر جلسه یه قولی معرفی میکنه، تو هر سکانس یه قولی معرفی میکنه. اتفاقا سال پیش بکنم آرت گالری آف اونتاریو AGO نمایشگاه قولای دلتورو رو داشت، یعنی همین قولایی که تو فیلم متفاوت ساختر گذاشته بودم ما خیلیش اونجا. من خودم خیلی دوست داشتم ببینم، نشد، ولی باید چیز جذابی باشه. مرسدم تو اینجا کارش رو انجام میده و اوفلیا کارش رو انجام میده و با یه تلفاتی برمیگرده، ولی در هر صورت ماموریتش رو انجام میده با اون ارجاعاتی که به داستانهای آدم و حوا و نمیدونم بقیه قضایه داره. میره جلو. سکانس هفتم نقطه عطف دومه که تو اینجا حادثه ها خیلی سریع‌تر و فشرده‌تر اتفاق میافته. اوفلیا یه درخواست داره از برادرش که موقعی که این ریشه رو میذاره زیرش
کپتن بهش میگه که هی اگه خواستی بین بچه و مادرش انتخاب کنی، بچه رو انتخاب میکنی. اوفلیون زیره میشنوه، میاد بالا، تنها خواسته که از برادرش داره این که به مامان من آسیبی نرسون، من مراقب تو خواهم بود تا دم جونم از خود مقاومت میکنم، فقط به مامان من آسیبی نرسون. همزمان اتفاق قطار هست که یه حقه است، برمیگردن، یه جنگی اتفاق میفته، یه دونه اسیر میگیرن و اوفلیا توی صحنه جداگونه با پن ملاقات میکنه که پن میگه که ماجرا واسه پن میگه، میگه من انجام دادم ولی تلفات داشتم. پن هم عصبانی میشه، خیلی هم یه جوری دمدمی مزاج پن. یوهو میتوپه به بچه، میگه که تو اصلا باید روحت با همین اونجا بمونه، با این آدمای زمینی بزرگ بشی و فرسوده بشی و از بین بری، تو اصلا نمیتونی برگردی. برای چی؟ چون همچین کاری که تو از قوانینی که من واسه تعریف کردم پیروی نکردی، باید مجازات بشی. این پیروی نکردن از قوانین هم اینکه بچه رو چجوری بتونی داخل یه قالب بگنجونی و اینکه باید از اون قوانین رو رعایت بکنه و در بره، خیلی خودش خوب نشون میده و در نهایت هم تاثیر خودش رو میذاره، قانون رعایت نمیکنه و یه چیزی رو فدا میکنه، میل خودش رو فدا میکنه برای اون قانونه و مجازات میشه. سکانس هشتم، سکانس مورد علاقه منه که آخره فیلم اتفاقات پشت هم اتفاق میفته. شما چهار تا مرگ رو همزمان میبینید، یعنی به فاصله یک دقیقه یک دقیقه میکشه. دکتر اسیره رو میکشه، مادر اون ریشه رو از زیر تخت که چیز پیدا کرده میندازه تو آتیش میکشه، چون اون ریشه زنده است، اون از نظر بچه زنده است، دنیای غیر واقعی، دنیای فانتزی اونه. کاپیتان دکتر رو میکشه و بچه واقعی مادره رو میکشه هنگام زایمان. و چهار تا مرگ رو که من بهش میگم سکانس مرگ، خیلی داستان رو پاک میکنه، میگه که من میخوام برم انتهای داستان رو واسه شما بگم، شخصیت ها رو حذف میکنه و همه چی داره حس میکنه که برسه به اون هسته اصلی که میخواد مطرح بکنه، تفاوت بین دنیای واقعی و دنیای فانتزی و تخیلی که بچه داره. تو سکانس نهم که تمام معماها و رازها برای همه شخصیت داستان آشکار میشه، همه میدونن چه خبره و اوفلیا میره بچه رو برداره اون ختم. یکی اشاره کرد به اون حرفه که کشیش میزد توی مراسم خط. یه جا میخوندم که اون حرفه که میزد دقیقاً حرفایی که توی اون جنگ اتفاق افتاده و نمیدونم از کجا مستندش به دستش رسیده، ولی کاملاً نقد کرده عیناً. اوفلیام ماده خواب‌آوری که خیلی بازم تاکید شده بس پیش رو برمیداره. مرسده لو میره، مشکوک میشه، کلونه بهش فرار میکنن با هم و بعد اسیر میشه مرسده، اوفلیا حبس میشه تو اتاقش و مرسده اون اتفاقات خیلی خوشایند و دلخراشی که صحنه‌های خوشایند و دلخراشی که داشت اتفاق میافته، میبره صورت کاپیتانو، فرار میکنه، در نهایت هم توسط برادرش نجات پیدا میکنه و وارد سکانس آخر میشیم که کنش قهرمان اون هست که اوفلیاست. به وضوح در دو دنیا کنش نهاییش رو انجام میده. تو دنیای واقعیش میاد بچه رو میدوزده، بچه رو یعنی برادرش رو در اصل نجات میده، از نظر کاپیتان میدوزده، کاپیتان رو اونجا مشروبش رو سمی میکنه، در اصل داره خواب‌آور میریزه براش و همزمان که شب اون تسک نهمش، تسک آخرش هم هست که تسک سومی بود که بچه رو بیار دم اون چاه که کار داریم باهاش و سوال دیگه هم نپرس. این تسک دقیقا تو شبی هم که ماه کامل هست اتفاق میفته که خودش و بچه و پدر بچه یاره از کاپیتان با هم وارد اون میز میشن، وارد اون لبرنت میشن، اونجا ملاقات میکنه با پن بچه تو دنیای تخیلیش و اونجا اکت نهاییش رو انجام میده که از نظر من اکت نهایی دو دنیاست، هم دنیای واقعی هم دو دنیای تخیلیش. اینجا جایی که همه چی با هم مچ میشه، همه چی با هم گره میخوره و دیگه واقعا تشخیص دادنه که دنیای واقعی و دنیای غیر واقعی چی هست سخت میشه. میگه که پن میگه تو واقعا میخوای برادرتو به خاطر اون
برگشت و اون آرزو و اون قایتت محافظه کنیم. این هم میگه که میکنم و صحنه بعدش هم اتفاقی که میفته اینه که تیر میخوره، کشته میشه، تیر میخوره ولی نمیمیره. سرنوشت بدمن داستان مشخص میشه، قهرمان منفی داستان مشخص میشه که میره اونجا و ماجرای اون ساعته هستش که اگر کسی متوجه نشد میتونیم بعدش تو سوال پرسش توضیح بدم که اون ساعت جریانش چیه و خیلی راحت کشته میشه با همون وضعیتی که میتونستیم انتظار داشته باشیم از کارگردان دلتورو که تو صورتش و چشش خون بیاد و خیلی خیلی هم اتفاقا الان دلش خنک میشه، میگه همینجوری کشتی بمیر، اصلا دیدی که میگرفتی یالا گور تو رو گرفت. و صحنه آخر که صحنه که من فکر کنم از تو این 4-5 باری که دیدم هر 4-5 بار گریه کردم، نمیتونم اصلا به خودم بگیرم، صحنه که خیلی میمیره و اونجا این دالیبای رو اون دالایی رو میشنویم که این آهنگ دائما تکرار شده، تم اصلی موسیقی کل فیلم از لحظه ابتدای تا لحظه انتهای و تیتراژ پایانی هم میبینید میشنوید این رو، به حق نامزد جایزه اسکار میشه و به ناحق جایزه رو بهش نمیده. حتی خب اون فیلم هم خیلی قبلی تو دنیای تخیلیش، تو دنیای فانتزیش قهرمان میشه و علی‌رغم اینکه قوانین رو زیر پا گذاشته و تمام قاعده بازی که بچه رو باید خونش رو فدا بکنی میگه نه و براش نگهداری میشه و اون قانون زیر پا میذاره، برنده قضیه میشه و برمیگره به پیش پدر و مادرش و به جایگاهی پرنسسیش میرسه و میشینه کنار پدرش و لبخندش رو میبینی از رضایت که اینجا توی صحنه دلخراش این لبخند ماسیده میشه و خشک میشه و به لبخند تلخ بیجان تبدیل میشه و میمیره و دوربین میاد بالا توی یک حالت کاملا قهرمانانه و آزرده کننده دور میشه و اون دالیبای اون لالایی شنیده میشه و قوی تر میشه تا فیلم تموم میشه. از نظر من واقعا موقعی که من فیلم رو دیدم، شاید بار اول خیلی متوجهش نشدم ولی بار دوم، بار اول بیشتر من درگیر دنیای واقعی بودم، دنیای اداهود بودم، بار دوم بیشتر نظرم جلب شد به دنیای فانتزی کودک و بیشتر تونستم همزاد پنداری کنم با کودکی که چجوری فکر میکنه و کم کم یادم اومد که من هم اینجوری فکر میکردم و یه سری گرد و غبار تو دلم زدم کنار، تو مغزم زدم کنار، فهمیدم که ای منم اینجوری فکر میکردم و این فریتیلی که واسه من بزرگسال ساخته شده، این داستان کودکانه که واسه من ساخته شده داره کار خودشو میکنه و کم کم فهمیدم که واقعا انگار دنیای غیر واقعی، اون دنیای فانتزی خیلی کمی از دنیای واقعی نداره، میشه بهش فکر کرد که این دنیای فانتزی هم دنیای واقعیه. برای دلتورو دنیای واقعی هست، برای دلتورو فانتزی و دنیای واقعی یک چیزه، همونطور که تو فیلمش سعی میکنه رعایت بکنه. خیلی تو بار سوم و بار چهارم دیدن یه سری جاها هستش که توی ذوق من میزنه ولی در مجموع از ارزش کار کم نمیکنه، همچنان واسه من اون ارزش میمونه بالا به خاطر اینکه چنین محصولی رو ساختن خیلی خیلی انرژی بره و خیلی خیلی فکر و تخیل میخواد. به نحو احسن از نظر من تونسته اون دنیاها رو به تصویر بکشونه و از رسانه سینما تونسته خوب استفاده کنه، به حکم رسانه بلکه از این هنر تونسته خوب استفاده بکنه، همه اون داستانها رو به تصویر بکشونه، به حرکت در بیاره و موسیقی و دیالوگ رو به اون اضافه بکنه و در مجموع به شما یک بسته ای از احساسات رو منتقل بکنه و شما بتونید با ارتباط برقرار بکنه. این کارش رو به نحو احسن انجام داده. برای من یه فیلم عالیه که اگر بار اول بوده بار دوم ببینینش و بار دوم بوده حتما برای بار سوم ببینینش و اگر شیفته شدید هر از گاهی بیاد نمارستی نمار، شاید چند سال دیگه هم توی ماجره دیگه، شاید سری دلتورو گذاشتیم 5-6 فیلم دلتورو پشت سر هم دیدیم دوباره ببینینش. این در مجموع میشه محصول نهایی و امضای دلتورو رو داره به وضوح میشه دید ولی اصلا نمیشه به پای دلتورو نوشتش. یعنی خیلی سخته، شما میبینید که تمام تخیلات دلتورو است، تمام چیزا مال دلتوروه ولی
واقعا کار تیمی. یعنی این آهنگی که هی میشنوم من الان که کل پرزنتیشن کل اینا رو با این آهنگ من انجام دادم، موسیقی ساز تاثیر بسزایی داشت. یعنی اگر اینو نمیداشت یه جایی فیلم کم بود. فیلم برداریش که اتفاقا مدیر فیلم برداریش هم شبیه خود دلتورو، فامیلیش هم تورو اگر اشتباه نکنم، ناباروه. پس دل چی چی ناباروه، اسم کوچیکشه گیرمو ناوارو، گیرمو دلتورو و گیرمو ناوارو جفتشون هم شبیه توتورو و خود توپول مکن هم هستن. داشتم نگاه میکردم مراسم اسکار داداشیشو که میرفت، تشکر کرد از دلتورو بابت اینکه تو ویژنی که داشتی اینا همه مال اثرات توه و اگر اون نبود واقعا نمیشد همچین کار کرد. اون گیرین، اون طراحی صحنه که میبینید واقعا بی نظیره. اینا کار تیمیه، این هنر هنر فردی نیست، نمیشه به پای نفر نوشت و واقعا کار تیمیه. اما کسی که تونسته این تیم رو هدایت بکنه که بتونه از ابتدا روی کاغذ بیاد تا به انتها که بخواد این تصویر رو واسه شما بیاره و اون حس نهایی رو در شما برانگیزه، اون لیدر، اون آدم قوی بوده که خب به پای دفتر رو نوشته میشه. این تمام چیزهایی بود که من میخواستم بگم و از نظر من جنبندی هم کردم. این دنیای واقعی و دنیای تخیلی فانتزی که بچه داره و دلتورو داره تو فیلم به خوبی تمام در دو جناح گاهی اوقات با هم تلاقی میکنن، گاهی اوقات همپوشانی دارن، گاهی اوقات کاملا مجزا هم هستن. یه جاهایی مثل آخر فیلم شما میبینید که کاپیتان نمیبینه پن یا اون فان رو، یه جاهایی میبینید که توی اتاق که میان، البته نمیدونم کاپیتان شاید خیلی خیلی بزرگ ساله که نمیتونه اونو ببینه، ولی یه جایی که تو اتاق میرید جای گچ رو شما میبینید و همون جایی که استفاده شده، شاید اون کسی که اونجا میبینه یه چیز دیگه میبینه، یه دنیای متفاوتیه. یعنی یه جاهای شما مرسدس احتمال زیاد مرسدس اونقدر بزرگسال نیست. بازم مرسدس جاهای میگه من هم میدیدمشون، انگار من همین کارو میکردم. یعنی شما تو یه لولای دنیای خیلی واقعی دارید، یه لولای خیلی خیلی فانتزی دارید، یه لولای این وسط، یه رنجی از این دوتا هست که هی داره بین اینا بازی میکنه. این دو قطب رو، دو قطبی که فیلم داره هی بینش مانور میده و این پاندول حرکت میکنه، هیچ لحظه خوشی نیست، هیچ لحظه تلخی نیست که بخواد برای شما بگه بین خوشی و تلخی، نه، همه چی بین این فانتزی و ریالیتی داره هی بازی میکنه و در نهایت هم این دوتا هم هی اینجوری اینجوری بازی میکنن و در نهایت به نظر من یکی میشه. و من یادم یه بار اول واقعا نمیدونستم که آخر سر این واقعی بود یا غیر واقعی نبود، میدیدن یا نمیدیدن. بار دوم میگفتم چرا نمیدیدن، بار سوم میگفتم این پس نباید میدیدن و اینجا که دیدن باید میدیدن. این خیلی خوبه که یه فیلم شما بسازید، یه اثر بسازید که بخواد تعقیب کنه شما رو برای بار دوم دیدن، همه حرفا رو تو بار اول نزنه، لایه های دیگه ای داشته باشه. دیگه ساعتم به درد نمیاد، فکر کنم من 20 دقیقه هم گذروندم، 25 دقیقه هم گذروندم، نمیدونم زمان نگرفتم و همین. مرسی، اگه سوالی هست من در خدمتم.